صدات میکنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات میکنم بازمونم بده، صدات میکنم تا دریبا کنی توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم به نور وجود تو ما بستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغض و بگیره ازم، به کی که بفهمه عذاب منو که دریا به ساز سراب منو، صدات می کنم تا نیاری به روت، نبودن ندیدن قیاب منو، در گناه هست که آدم کمرش می شکند، باغ سرسبز تمام سمرش می شکند، آن کبوتر که شود صید شیاطین به خدا آخرش با کمک نفس پرش می شکند، دل آلوده ندانسته که در وقت گناه سمرش بال و پرش برگ و برش می شکند، سنگ شیطان که به دل خورد به عباس قسم، بی سپر باشد اگر سخت سرش می شکند، هر کسی روزه گرفت و به خدا فکر نکرد، حتم دارم که قیامت سپرش می شکند، چه در این ماه و چه در شام و سحرهای دگر، وای بر آن که دعای سحرش می شکند. با نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب احترام دارم حضور همه شما سروران گرامی، مؤمنین روزدار، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان دارم. باز هم مهمان خدا هست و ما تا یک ساعت دیگر به صورت زنده و مستقیم از شبکه تلویزیون استقلال در خدمت شما خوبان هستیم. امشب هم مهمان ویژه ای داریم و در خدمت مهمان عزیز خود هستیم. طبق روال هر شب شما سوال مسابقه پیامکی امشب تماشا بکنین و ما در خدمت شما خواهیم بود. Thank you.
للفوز بحب الغفاري. بله همراهان گرامی، سوال مشاهده کردین، سوال مسابقه پیامکی امشب. ما هر شب از بین کسایی که جواب درست به ما میفرستن قرعه کشی میکنیم و یک نفر به عنوان برتر انتخاب میکنیم و در 30 شب 30 برنده داریم که انشاءالله از او 30 نفر باز قرعه کشی صورت میگیره و خوش شانس ترین هار 2 سفر کربلای معلا از طرف شرکت افغان کوثر به اهدا میشه. لطف کنید تا آخر برنامه پیامک بفرستین به همین شماره تماسی که دوستان ما زیر نویس کردن. شماره تلگرام هم جور شده، میشه که تلگرام کنین. بعضی کسایی که بالاخره از طریق تلویزیون ما تماشا نمیکنین یا پیامک ندارین، لطف کنین فقط پیام بفرستین، تماس نگیرین و اسم و مشخصات کامل خود بنویسیم و انتقادات و پیشنهادات خود هم میشه که امشب در برنامه با ما سهیم کنیم. در شماره تلگرام برنامه با ما ممنون شما خواهیم بود. در خدمت استاد گرامی جناب آقای عبدالغنی نیکسیال هستیم. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. اگر لطف کنید یک معرفی کامل از خود داشته باشیم جناب استاد، در مورد افتخارات خوب بگین، در مورد سمت هایی که در گذشته داشتین و الان مصروف چه کارهایی هستین. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از اینکه به پاسخ سوال شما پردازم، لازم می‌بینم که ماه خوب خدا، ماه رمضان، ماه پرفضیلت خدمت مسلمانان افغانستان به ویژه ایرانیان عزیز و تمام مسلمانان جهان تبریک عرض بکنم. ممنون از شما. بعد خدمت شما عرض بکنم که ما در سال 1321 خورشیدی در محله کیمیختگران هرات، یعنی در گذر کیمیختگران هرات، محله خواجه عبدالله مصری پا به دنیا گذاشتم و مکتب ابتدایی در مکتب سیفی دروازه قندهار بود که آدم نمیکنم همونجی شد همونجی هم بزنم جدا مستدار همونجی تمام کردم و از سنف هفت به بعد در لیسه جامعی هرات که در اون زمان به نزدیک باغ شاهی بود، بله، تا سنف نو به اونجی ادامه دادم و بعدا ما آوردن به لیسه سلطان غیث الدین غوری و در سال 1341 خورشیدی از لیسه سلطان غیاث الدین غوری فارغ التحصیل شد. در سال 1342 شامل دانشکده ادبیات دانشگاه کابل شد. البته در سال دوم رشته ژورنالیسم موفق شدم که شامل بشم. در سال 1345 از دانشکده ادبیات دانشته ژورنالیسم فارغ شدم. در همون سال برج هوت و همون سال به هرات آمدم و در ریاست اطلاعات و کلتور هرات رئیس عضو روزنامه اتفاق اسلام مقرر شدم. یک دو سال به حیث عضو روزنامه اتفاق اسلام بودم و بعدا در سال 1348 به حیث مدیر مجله هرات معظف شدم که فکر میکنم حدود 10 سال من مدیر مجله هرات بودم. به به. متاسفانه با رویداد ثور یا انقلاب ثور میگیم یا نام دیگه که برو میگذارین، من مجبوراً به کابل سوق داده شدم و در کابل وزارت اطلاعات کلتور مدت کار کردم و بعداً فرستاده شدم به ریاست باستان شناسی افغانستان.
چند سال در ریاست باستان شناسی افغانستان در حدود در 20 سال اونجا کار کردم به مدیر مجله تحقیقات کوشانی و مدتی هم رئیس مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی بودم. البته دوره کوشانی ها ما و شما از دوران مکتب بیاد داریم که یک دوران طلایی در افغانستان بوده از نظر مسائل اقتصادی و هنری حتی و سیاسی. ما در مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی هر سال سمینارهای داشتیم و دانشمندان از تمام جهان از اروپا و امریکا و اینا جمع میشدن سر دوره کوشانی ها بحث میکردن و گپ میزدن و من تا سال 1375 که طالبا به کابل آمدن در کابل بودم. متاسفانه با آمدن از اونا دیگه امکان زندگی در کابل نبود، اگرچه امو رویدادهای بسیار خشن بسیار در دلود جنگ های تنظیمی را ما در کابل سفری کردم و تحمل کردم. متاسفانه در 1375 مجبور شدم پس همراه خانواده به هرات بیام و چند ماه بیکار بودم. بالاخره به یک دو مؤسسه خارجی به حیث مدیر اداری کار کردم، یکی به نام مؤسسه پی سیف می گفتن که مثلا دوا و توزیع دوا و ادویه طبی و اینا کار از اونا بود. بعدا به یک مؤسسه دیگه طبی به نام تیوان جهانی پرتغال بود، اونجا هم کار کردم. اونا متاسفانه بسته شدن. مدت بیکار بودم. بالاخره سر افتادم با دوست بسیار بزرگوارم استاد سخا، سید ضیاءالحق سخا، خدا حفظ کنه، از افتخارات هرات ما شما با نام از اونا اشنایی دارین. دقیقاً به سفر هستن و دوست بسیار بزرگوارم هستن. اونا دست ما گرفتن و من به مستعفیت به پلوی خود بردم. اونجا چند سال هم به مستعفیت کار کردم در بخش نمبر تشخیصی میگن یا تی آی ان حساب انگلیسی و در مستعفیت در سال 1389 تقاعد کردم و متقاعد هستم. این هست خلاصه به اصطلاح و زندگی چی من. خدا شما رو حفظ کنه جناب استاد، یک گذشته بسیار درخشان داشتین با توجه به سبوتای کردین. در مورد مطبوعات جامعه ما بگین، در مورد مطبوعات افغانستان بگین که در سالهای گذشته چطوری بود و الان چی رقم میاد جناب استاد؟ خب خدمت شما طوری که عرض کردم، زمانی که ما به اسم عضو روزنامه اتفاق اسلام بودم و بعدا مدیر مجله هرات شدم، همین دو نشریه به اصطلاح دو ستاره درخشان مطبوعات هرات بود و بسیاری جوانا، بسیاری شعرا و بسیاری کسایی که دست به قلم داشتن اینا در دور شمع روزنامه اتفاق اسلام و مجله هرات همیشه میگشتن و مقالات جمع بودن و مقالات می آوردن، اشعار می آوردن. ما صفحات بخصوصی در مجله هرات ایجاد کرده بودم، صفحه برای جوانان، صفحه به نام هنر ادبیات، صفحه برای سپورت، صفحه برای فکاهیات و اینا بود که مرحوم سید عبدالرؤوف فقیری اگه نام اینا شنیده باشین یکی از ژورنالیست های معروف رو پیش می بردن. همیشه جوانا و شعرهای همون زمان به اطلاعات فرهنگ چی بودن، به تماس بودن به روزنامه اتفاق اسلام و مجله هرات. و ما البته مجله هرات بسیار با مشکلات در همون زمان چاپ میکردم، برای از اینکه زمینه برای این وسایلی که امروز هست در اون زمان نبود. دقیقا حتی ما زنگوگرافی میگفتن، این کلیشه میگفتن، نه چون شما نام شنیدین نه متاسفانه کلیشه میگفتن که بروی سرب
و بی جست اکثر بود و از او حق میکردن و باز ما اول به ماشین هایدلبرگ در مطبعه چی میکردیم به داخل همون صفحه چاپ که بسته میشد و از او عکس انتخاب میکردیم و مجله و روزنامه و هر سال ما به کابل میرفتم و یک تعداد کلیشه ها از اونجا انتخاب میکردم می آوردم به اینجا اونا رو میشوشتیم چون پر از سیاهی و تل و هزار کیفکان بود و بعدا از اونا ما برای کلیشه مطلب تهیه میکردیم مثلا اگه یک کلیشه از گنبد گوهرشاد بود یکی از دوستان خواهش میکردم که تو درباره گنبد گوهرشاد مطلب نوشته بکن که ما عکس هم داریم و پلو از اون بگذاریم یعنی با این مشکلات ما مجله چاپ میکردیم در اول قطع مجله خود بود مثل سابق که به وجود آمده بود بعدا ما قطع از اون کلان ساختم و به اندازه قطع جوندون که اگر شما را از اون دیده باشین و تقریبا رنگین بود و پشتی ها از اون به کابل میرفتم چاپ میکردم به شکل رنگه و حدود 10 سال ما از اون مجله بودم و متاسفانه در رویداد سور اوت همون شکلی که گفتم جبران به کابل سوق داده شدم و از هرات جدا شد. اولین نسخه چاپی که در هرات چاپ شد چی بود جناب استاد؟ اولین نسخه خود روزنامه اتفاق اسلام بوده که مدیر مسئول از او مرحوم عبدالله خانه بودن خدا رحمت کنه. اونا دو دوره مدیر روزنامه اتفاق اسلام شدن دفعه اول و بعدا که باز چی شدن استاد صلاح‌الدین سلجوقی مدیر روزنامه اتفاق اسلام شدن که نام اتفاق اسلام رو به فریاد تبدیل کردن. بعدا چون فریاد یک رقم از نوعی سیاست همون روز کمی به اصطلاح هماهنگی نداشت چی نداشت به ذوق حکومتدارای همون وقت خوش نمیخورد پس نام از اتفاق اسلام ساختن و آقای خانه دوباره مدیر مسئول روزنامه اتفاق اسلام. گفتن که مدیر مسئول مجله هرات بودین، دلیلی و چی بود که از نشر باز ماند این مجله جناب استاد؟ خب مدیر مجله هرات متاسفانه که اوضاع هرات، وضع هرات در زمان آمدن به اصطلاح مردم های چپ بگن یا مردم هایی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان وقتی که روی کار شد در افغانستان دیدگاه از اونا دیدگاه بسیار سخت گیرانه بود در مسائل چیز و از یک طرف دیگه هم مسائل دولت اسلامی پیش آمد و رویداد 24 اوت شد عوامل مختلف دست به هم داد و باعث سقوط و از بین رفتن مجله هرات شد که متاسفانه دیگه نتونست به حیات خواهی دام آمده. متاسفانه از خاطرات خود در مورد زمان مدیریت این مجله بگین جناب استاد، چه خاطراتی هست که در ذهن شما همیشه تداعی میشه و لذت ببرین از اون لحظات؟ من بیترین خاطره من از اون زمان در زمان مدیریت مجله هرات این بود که هر زمانی که من مجله هرات را بستندنی میکردم در مطبعه دولتی که نزدیک ولایت بود اموال همون محل هست، وقتی که من مجله هرات را آماده میساختم و ترک باسکل خمک داشتم و اون می آوردم به طرف اطلاعات و کلتور که مقابل خواجه موفق اونجا اطلاعات فرهنگ هست فعلا به اونجا که می آمدم مثل از این که به هوا پرواز بکنم، برای از این که خیلی شاد بودم، واقعا یک روحی شادی به من دست داده بود که من این مجله ماهانه نشونه زحمت خود می دیدین بالاخره. نتیجه زحمت خود این برای بسیار خوشایند بود که تا امروز هم او خوشی ها از یاد من نرفته. مخاطبین شما چه کسایی بودن؟ چه کسایی استفاده میکردن؟ با توجه به اون زمان که سطح سواد واقعا کمتر بود، کمتر انسان ها بالاخره استفاده میکردن، چه کسایی استفاده میکردن؟ خوشبختانه در اون زمان مخاطبین ما معمولا جوان ها بودن، برای از اینکه ما صفات به جوان ها هم داشتیم اشعار خود می آوردن چاپ میکردیم و از این جمله یکی از دوستایی که من اینجا باید یاد بکنم و به همین تلویزیون هم پیوند دارن آقای وسوق هستن که از این جوانهای همون زمان عبدالله وسوق
نورالله وسوق، نورالله وسوق. نورالله وسوق و برادر اینا آقای زرکوب و مثل از اینا جوان ها که اینا همیشه مجله هرات و روزنامه اتفاق اسلام شعر می آوردن، استاد فدایی، آقای شکوری مرحوم و سری کسای دیگه از این قبیل که فعلا نام از اینا به ذهن نیه، اینا همی خواننده و همکار قدمی مجله هرات بودن و اشعار از اینا ما معمولا هم به روزنامه اتفاق اسلام و هم به مجله هرات چاپ میکردیم. مسابقات شعری داشتیم، شعر به اختراع میگذاشتیم و باز دیگر از اون پیروی میکردن و همیشه خوش بودن با این کار. به کنار این کارهای بالاخره مطبوعاتی کردیم جناب استاد، دستی بر قلم هم شما ظاهرا دارین، در زمینه نویسندگی چه کارهایی کردین، چه اثراتی از شما هست؟ من دیگه خوب خدمت شما عرض میکنم که در همون مدتی که من در روزنامه اتفاق اسلام بودم و در مجله هرات، متاسفانه بگویم یا خوشبختانه نمیفهم که بیشتر هم‌غم و مسئله ژورنالیستیک تیر شده بود، یعنی مجال بی نبود که من به زمین تحقیق و مثلا یا خود شما بشینیم بنویسیم پای دیگه چیزی بکنم، چون همیشه در مجله مصروف بودم و در مطبعه و تصحیح و برای پروف خانی و ایتا گپا مصروف بودیم چی بودیم و کمتر مجال از این گپا میشون. وقتی که من به کابل رفتم و به ریاست مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی طوری که قبلا خدمت شما عرض کردم و مدیر مجله تحقیقات کوشانی شدم، اونجا زمینه تحقیقات معمولا موجود بود که بعد در مورد دوره کوشانی ها تحقیق میکردیم، ترجمه میکردیم، نوشته میکردیم، مطالعه میکردیم، میخوندیم. در همون بره هم تانستم که اکثر سال مقالات و از طرف دیگه چون کارمند علمی اکادمی علوم افغانستان هم شده بودیم، بعد پروژه های تحقیقی می نوشتیم برای از اینکه ترفیع علمی بکنیم. خیلی عالی. و اون پروژه های تحقیقی متوجه از این بود که ما باید تحقیق بکنیم و رساله بنویسیم برای ترفیع علمی خود. خیلی عالی. انشالله باز در قسمت بعدی و بعد از میان برنامه ما از اثرات شما و کارهایی که انجام دادیم در رو نهاد انشالله با شما صحبت میکنیم. بینندگان گرامی، همکارم میان برنامه را آماده کردن شما تماشا بکنیم و ما در ادامه در کنار جناب استاد خواهیم بود. این مسجد ما حدوداً در سال 1337 بنا شده بود توسط بزرگان این محل، به خومه ساخته شده بود و همکاری همین مردم محل. در سال 50 ای باز خومه از خراب شده بود و دوباره به حساب همین مؤمنین محل ای را به حساب پخته رخت کردن ساختن و حدود 1000 متر زیربنا، شاید هم بیشترتر از 1000 متر، 1000 متر زیربنا داره. به همین مدت زمان خونه ندیدیم و نرفتیم هم دنبال من تا کمک هم و همین برق و اینا رو خواستیم که ندادم، تا حالا خب هیچ کمکی به حساب از طرف دولت به این محل نشده، به حساب ساخت ساز مسجد و عبادتگاه هایی که هست. الحمدلله در طول سال همیشه نمازگزار داره، خوب هم نمازگزار داره، از مرد و زن حدود
در ماه مبارک رمضان خب معمولا بیشترتر همه مساجد نمازگزارای بیشترتر از ما حدودا بیش از در بر 500 یا 20 از 500 نفر نمازگزار داره و در ماه غیر ماه مبارک رمضان هم هستن از 300 نفر با بالای هم. معمولا خود شما میفهمید در ماه مبارک رمضان که از مسجد خواه عبادتگاهه. در همین عبادتگاه که هست ما از اول برنامه ما از اول ماه رمضان که شروع میشه در بعد از نماز به افطار میرن، بعد از افطار باز جلسات قرآن داریم یک ماه مکمل سی جزء قرآن تلاوت میشه. اونایی که آموزی میان بیاموزند همونجا میان گوش میکنن، اونایی که یاد دارن دیگه را یاد میدن درسه. و بعد از اون روحانی مسجد سخنرانی در مسائل نماز و شرایط نماز و روزه سخنرانی های داره، خود از اونه چند ساعتی همون کار میکنه. و در ماهای شبهای قدره، شبهای احیا که هست اینجا ما افطاری داریم، در هر شب قدر که هست حدود شاید 1000 و 1500 نفر افطاری داشته باشین. ما مثلا تا صبح قرآن به سر گرفتن داریم، اما شب تا صبح شب زنده داری داریم که عبادت میکنن و قرآن به سر میگیرن و سحری رو همینجا به افطار هم هستن، سحری هم هستن. و بعد از سحری که نماز خونده میشه دیگه باز مردم هر کس میرسه دیگه. شما اون اینجا میبینید تبله مزدده نوشته دارالقرآن که به حساب محل دارین که استاد میای همینجا شبا یا عصرا یا بین روز، اونایی که مثلا کلونترن مدرسه نمیرن و نمیرسن از دیکوندار همونجا هم اونا با ساعتی داره بین روز که ساعت 1 ساعت 2 ساعت و هر صبح 1 ساعت 2 ساعت هم بعد از ظهر دارالقرآن شروعه. بلی ها اینا همیزش قرآن میدن و رسا به کسایی که نمیتونن برن به مکتب و مدرسه و ایسا. شکر خدا تا با ما مشکلی نداشتیم و حالک هم انشاءالله نداریم. مومینین هم همون جور که حساب میبینیم فقط هر وقت مراسمی باشه محفلی باشه و حاضرن خدمت خود به مسجد میکنن و دشتن و بیشتر وقتا میگن مسجد ای جایگاه یاد خدا و مسجد ای خانه ای آباد خدا، همین زمزمه نایه و مسجد هر وقت کار داشته خود مومینین انجام میدم. تا به حال دولت بره با کار نکرده و ما هم مشکل نخوردیم که به حساب چی کنیم حساب. بله، بازم سوال تماشا کردین بیندگان گرامی، یک بار دیگر گرچه بار اول یک بار دیگر وجود داره به سوال برای شما بخونم. در کار خیر یا در کارهای خیر از همدیگر سبقت بگیرید، این ترجمه از کدو آیه مبارک سوره بقره می باشه؟ الف آیه 140، ب آیه 138، جیم آیه 148 و دال آیه 48. انشالله که جواب درست پیدا بکنیم و تا آخر برنامه برای ما پیامک بفرستین. انتقادات و پیشنهادات شما هم در شماره تلگرامی برنامه حتما منتظر خواهیم بود. جناب استاد در خدمت شما هستیم. گفتین که نویسندگی و بالاخره تحقیق و پژوهش از او سازمان بین‌المللی که عضو شده بودین شروع کردین. چه مقالاتی نوشتین؟ مقالات در چه سطحی بود؟ آیا مقام کشوری آورد یا بین در یک کشور را مطرح شد؟ در این زمین هم صحبت های بکنید جناب استاد.
خب من خدمت شما عرض کردم قبلا که ما هر 4 سال سمینارهای بین‌المللی داشتیم در مرکز بین‌المللی تحقیقات کوشانی که یک تعداد دانشمندان و علما و پژوهشگران از فرانسه و انگلستان و امریکا و اتحاد شوروی سابق و بسیاری کشورهای دیگه در کابل جمع شدن و در زمینه دوره تحقیقات کوشانی، دوره کوشانی ها گپ میزنن، مقالات علمی، تحقیقات علمی. خب البته اعضای علمی اکادمی علوم هم به طور عموم و به طور اخص اعضای علمی باستان‌شناسی افغانستان و مرکز بین‌المللی تحقیقات کوشانی به شمول ما هم مقالات تهیه میکردیم و در همو سمینار ارائه میکردیم. البته این مقالات تاریخی بود در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مسائل سیاسی، دوری کوشانی ها. و بر علاوه از این طوری که خدمت عرض کردم برای ترفیات علمی خو هم ما پروژه های داشتیم که معمولا او پروژه ها نوشته میکردیم، تحقیق میکردیم با معیارهای علمی همون زمان که وجود داشت که بعد کاملا با شکل و رنگ همون زمان از نوع تحقیق موافق می بود مقالات نوشته میکردیم، تحقیق رساله هایشی میکردیم که یک رساله علمی ما در زمینه تاریخ جلوس کنشکا بود که برای ترفیع علمی معاون محقق ما نوشته بودم و کنشکار که شما شنیدیم از دوران مکتب که یکی از بزرگترین امپراتورهای دوری کوشانی هاست و او در زمینه کوشانی ها در دوری کوشانی ها یک شخصیت بسیار باصلاحیت و بسیار با اقتداری بوده. همون دوری جلوس از دوی روزگاری که او به تخت نشست و اداره امور را در او دوره به دست گرفت و همون تاریخ چون همین تاریخ مورد مناقشه دانشمندان بود در همون زمان ما همون به عنوان یک رساله نوشتم که رساله ترفیع ما بود. یک رساله دیگه که من نوشتم در زمینه مسائل کوشانی ها مسئله چی بود که هنر دوری کوشانی از البته انواع هنر دوری کوشانی ادامه از او تا ظهور اسلام در افغانستان یک مقاله دیگه ما هست، یک رساله دیگه ما هست که ترفیعات علمی از این قبیل رساله و مقالات دیگه هم من نوشتم و یک سلسله گپا و مقالاتی هم در این اواخر بعد از این که من از اکادمی علوم افغانستان جدا شدم سلسله مقالات نوشتم فعلا هست و مقالات و بیشتر برای معرفی معاصرین هرات، نویسنده های معاصر هرات مانند استاد بشیر مرحوم، علی اصغر بشیر مرحوم، استاد صابر هیروی، استاد توفیق، استاد مشعل، استاد محمدعلی عطار، استاد قواس مرحوم که من سالهای بسیار مدیدی در اطلاعات و کلتور همون زمان که رئیس اطلاعات و کلتور بودم ما با اونا هم کار بودم و از اونا بسیار گفار فرا گرفتم و یاد گرفتم و خدا هم روی نشاد داشته باشم و بسیاری کسای دیگه از این قبیل. برای از این که هدف اصلی ما از این مسائل این هست که ما فکر میکنم که جوانای امروز متاسفانه بگم که با معاصرین خوبا ببخشید با نویسنده های معاصر امروز خود کمتر آشنایی دارن متاسفانه. و ما خواستم که قلم ما یک دو پل ارتباطی بشه بین جوان ها، بین افکار جوان ها امروز با گذشته نزدیک از اونا که معاصرین هرات هستن و ما این مقالات را اگر یک روز خدا هم توفیق بده زیر یک عنوان یا دو عنوان چاپ بکنم انشاءالله. چقدر اندیشه زیبایه، چقدر کار بسیار قشنگی فکر کردیم جناب استاد. قبلا گفتین که نشست های علمی برگزار می شده داخل افغانستان، از کشورهای متفاوت می آمدن.
آیا هنوزم ادامه داره جناب سید نشست ها؟ و اگر وجود نداره دلیل یا چیه؟ متاسفانه که فعلا در اکادمی علوم افغانستان او دوره تاریخات کوشانی که در همون زمان بود به این شکل نیه فعلا، برای از اینکه در همون وقت او کنفرانس ها و او سمینار ها فکر میکنم که از نگاه مالی معمولا اتحاد شوروی سابق تمویل میکرد و دانشمندان میخواست و اونا، البته شاید یک اهداف سیاسی هم در همون زمان زیر نام علمی بودن در پای دیگه هم بوده باشد، یعنی همون چی از او از نگاه مالی و بودیجوی تمویل میکردن و اینا ادامه میاد. و متاسفانه امروز با این جریاناتی که ما و شما داریم و با این وضع امنیتی که ما و شما داریم، متاسفانه دولت های ما و شما که مجال از این ندارند که اینا مسائل فرهنگ و مسائل سمینار و مسائل ایگه پا بپردازند، و اگر یک وقتی هم که نامی از سمینار میشه و نشست علمی میشه، یک چیز بسیار گذرا و بسیار بیمتاها و بسیار عجولانه یک تصمیم میگیرند که فلان شخصیت معرفی بکنند و فلان شخصیت مقالات بنویسند و مقالات بسیار بی‌محتوا و بسیار بدون پیش پرداخت و بدون پیش زمینه، و اونا از اونا کدام محصلی به دست نمیارند. متاسفانه. در این زمینه جناب استاد چه کسای بها میدادن اون زمان؟ چه کسای حمایت میکردن؟ چه کسای ارزش میدادن به این کارها و باعث میشد شما و هم دوراش ما کار بکنیم و تلاش بکنیم؟ چه کسایی حمایت میکردن بیشتر؟ خب اون زمان ما دانشمندان بسیار خوبی داشتیم در اکادمی علوم افغانستان، کسایی بودن که با استفاده از اون موقعیتی که به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان مساید ساخته بود، مثل میر غلام رضا ماهر هیروی، عبدالله حبیبی و بسیاری کسای استاد بشیر، استاد توفیق، اینا که پیشتر نام بردن، امثال از اینا، سالیجان پروانتا و بسیاری کسای دیگه، اینا با استفاده از امو روحیه و همون زمان کوشش میکردن که یک سلسله مقالات ارائه بدن، نوشته بکنن، مجلات بسیار خوبی بود، مثلا مجله آریانا بود در همون زمان، مجله افغانستان به زبان انگلیسی بود، مجله خود اکادمی علوم یک مجله داشت به نام خراسان بود که استاد رعیاب یاد ناب خیر که اونا مدیر و مسئول از اون مجله بودند، که یک مجله پربار هست، و یک مجله دیگه ما داشتیم به نام مجله هرات و باستان که بسیار معروف هست، شما نام از اون شنیده باشید که امروز بسیار کمیاب است، از اون 22، 23، 24 شماره چاپ شده که مرحوم استاد محمد مسعود رجایی مدیر از اون بودند، لیست بسیار بزرگوار ما که خدا هم بیامرزه، خدا رحمت کنه، و اون مجله بایس سرچشمه و بایس ماخذ امروز استفاده میشه از بس که پربار و خوشی بوده. امثال از این مجلات در این زمان بود که دانشمندان و نویسنده های به دور از اون مجلات جمع بودن و مقالات می نوشتن که متاسفانه امروز اگر او رقم مجله هم باشه در اکادمی علوم افغانستان به اون شکل و به اون رونق نخواهد باشه. از دوستایی که با شما همکار بودن و معاصر بودن با شما، چه کسای بیشتر بین شما به کارن اهمیت میدادین و چقدر کارن قوی بود؟ میشه نام ببریم از کسایی که واقعا کارهای قوی داشتن در اون زمان؟ من دیگه خدمت شما عرض میکنم که از اونا نام بردم، مثلا استاد میر غلام رضا ماهیل هیروی، مرحوم عبدالحسین توفیق، مرحوم محمد علام قواس، مرحوم محمد ابراهیم رجایی، مرحوم صابر هیروی، مرحوم عبدالعلی شایق هیروی، و امثال از اینا کسایی بودند، خیلی کسایی دیگه، عبدالله عبیبی و نویسنده های بسیار مطرح همون زمان بودند که مانند از اینا کسایی دیگه هم هستند و بودند که مقالات پرباری در مجلات آریانا، مجله تحقیقات کوشانی، مجله خراسان و سری مجلات دیگه، مجله هرات و باستان که نام گرفتم نوشته میکردن، و این مجله از این مجلات از تا
تراوش قلم از اینا بسیار پربار و بسیار زینه دهنده بود. واقعا جناب استاد، چرا مطالعه و فرهنگ کتابخانی و مطالعه نسبت به گذشته در حال رکود؟ چرا اینقدر اهمیت نمیدن برای مطالعه؟ و آیا اینترنت و فضای مجازی و بالاخره وسایل صوتی و تصویری میتونه جایگزین کتاب بشه و میشه به عنوان منبع از این عنوان استفاده بکنن؟ یک مطلبی که به خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه همین جنگ بسیار نامرد بگیم یا جنگ بسیار ناخواسته که 40 سال در افغانستان ادامه داره، تمام رویه ها و قوت به اصطلاح نوشتن، قوت تحقیق، تفکر و پرداختن به مسائل فرهنگی از ما گرفته. درسته. هم از نویسنده ها بلی از این هرچی که این جنگ تداوم پیدا میکنه در افغانستان، یک بی‌حوصلگی به اصطلاح ناامیدی در ذهن و اندیشه نویسنده ها خلم دست ها معمولا رسوخ میکنه. و از جانب دیگر متاسفانه که دولت ما و شما هم مقام موضوع بیشتر به مسائل نظامی و جنگ هست، او کمتر وقت پیدا میکنه که در زمین های تحقیقی و در زمین های علمی و فرهنگی و اینا سرمایه گذاری بکنن و توجه بکنن. و اگه گاهی هم متوجه از این مثلا میشن، بسیار روبنهی و بسیار میانتهی هست که فکر میکنم از جمله من میتونم بهترین مثال از او مسائل آبادات هرات رو بگم، آبادات افغانستان رو بگم، میراث‌های فرهنگی افغانستان رو بگم که کمتر به اونا توجه میشه و هم از اونا در حال فرو ریختن و از بین رفتن است. و دولت متاسفانه که کمتر میتونه برسه یا نمیخواه که به این مسائل بپردازه. متاسفانه. انشالله راهکارهای هم از شما میطلبیم و توصیه هم از زبان شما میشنویم. یک قسمت رو با شما تماشا میکنیم. انشاءالله بعد از میان برنامه ما در خدمت شما هستیم. همراهان گرامی، یک میان برنامه رو شما تماشا بکنید و ما در خدمت جناب استاد نیکسیر حتما خواهیم. ماه مبارک رمضان در کشور استرالیا. تعداد مسلمانان استرالیا به حدود 700 هزار تن میرسد که حدود 3% از جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده است و مسلمانان در میان پیروان ادیان مختلف استرالیا رتبه 4 را از آن خود کرده است. مسلمانان استرالیا با حلول ماه مبارک رمضان جشن می‌گیرند و این ماه را با نشاط و معنویت در کنار پیروان ادیان مختلف می‌گذرانند. این گروه از اقلیت استرالیا در ماه رمضان در حدود 12 ساعت روزه‌دار هستند که این امر به دلیل واقع شدن این کشور در نیمکره جنوبی و کوتاه بودن روز در فصل زمستان است. با تلاش های شورای اسلامی استرالیا در رستوران های این کشور در طول ماه رمضان غذاها و انواع شیرینی ها ارائه می شود و خانواده ها از این غذاها و شیرینی ها افطاری می کنند و افراد مستمن می توانند به طور رایگان افطاری را صرف نمایند. دیدار یک دیگر، افطاری دست جمعی، افطاری و سحری دادن در برابر مساجد و حیات خانه ها، دعوت از قاریان برای قرائت قرآن بعد از افطار و برپایی نماز تراویح در مساجد از دیگر رسوم و آداب مسلمانان استرالیا در این ماه مبارک می شود. بعد از سپری نمودن 2 دهه از ماه مبارک رمضان، در دهه اخیر و در شبهای قدر مسلمانان استرالیا تا سحر در مساجد مشغول عبادات و راز و نیاز با خداوند متعال می باشند.
گرامی به لحظات ملکوتی افطار نزدیک میشیم. انشاءالله که ما از دعای خیلی خود فراموش نکنین. ما ادامه بحث با جناب استاد نیکسیار داریم. جناب استاد، در مورد مشکلات این جامعه و ای که چقدر مردم فاصله گرفتن از مطالعه و فرهنگ کتابخانی وجود نداره در این باره صحبت میکردیم، به نظر شما راهکار چیه الان که دولت سرمایه گذاری نمیکنه، به فکر این برنامه نیه و این فرهنگ داره کم کم از بین میره، خود انسان ها، خود افراد چیکار باید بکنم؟ نظر شما چیه؟ توصیه شما به عنوان اینکه سالهای سال در این زمینه کار کردیم و فعالیت انجام دادیم چیه جناب استاد؟ باید خدمت شما عرض بکنم که یک بخش سوال قبلی شما ناتمام بود که من خدمت گفتم که مسائل امنیتی در افغانستان مجال از این نمیده که مسائل فرهنگی رشد بکنه، چی بکنه، یا نویسنده ها بپردازن دیگه پا بودن فضای مجازی هم که در این 17 سال یا 17 سال اخیر در افغانستان رخنه پیدا کرده و شما بیتر میکنین، شما جوان ها به این مسائل بیشتر آشنایین، این هم یک تعداد کسار به خصوص جوان ها از مسائل مطالعه و مسائل تاریخ افغانستان و مسائل تاریخ عمومی جهان و دیگه پا بر حضر داشته، یعنی وقت از این گپار ندارم که به این مسائل تاریخ و گپار و فعالیت های فرهنگی و گپار فرهنگی بپردازن و کمتر مطالعه بکنن و چی بکنن. این هم یک از نگاه جای بسیار تأسف است که جوان های ما و شما کاملا از این جهت حتی از گذشته تاریخی افغانستان خالی و ذهن هستن. گذشته تاریخی هرات کمتر مسائل یا بیاد دارن. خب شرایط طوری آمده که نظر به همه عوامل، هم عوامل امنیتی و هم عوامل ویدادهای تخنیکی و به اصطلاح فضای مجازی که امروز آمده در افغانستان، از یک جهت خوب هست برای از اینکه اگر جوانای ما و شما از این مسئله استفاده خوب بکنن، میتونند که اندیشه خور پروار بسانند دقیقاً به دسترس همه چیز در مسائل افغانستان، در مسائل جهان، در مسائل تاریخ افغانستان و همه گپا. متاسفانه چون ما معرفت استفاده از این گپار یا فرهنگ استفاده از این گپار درست نداریم. بهترین مثال از اون موبایل هست که هر جوان ما و شما موبایل دارن، اما موبایل میفهمیم که ما شما به چه شکل از او استفاده میشه و باید که در راه به اصطلاح خیر و در راه استفاده جایز از او چی بشه و استفاده معقول فرهنگی و ادبی و تحقیقی از او بشه و چی بکنن برای پربار ساختن ذهن خود استفاده بکنن. متاسفانه کاربرد از او امثال از او بسیاری به پایدگی تخنیکی که هسته، از این واسطه مجال کمتر برای پرداختن به مسائل فرهنگی و مسائل مطالعه و دانش و کتابخانی و اینا. متاسفانه این وضعیت هست جناب استاد. او کسایی که علاقه مندن، به نظر شما آیا میتونه این اینترنت و منابع اینترنتی جای کتابی که قبلا بوده و وجود داشته میتونه جایگزین بشه اینا؟ و نه، متاسفانه کتاب یک رفیق بسیار خوبی برای انسان، ولی از اینکه وقتی که آدم کتاب میخوانه یک نوع احساس ارتباط با کتاب، مثل از اینکه همراه یک دوست یا یک رفیق آدم ششته باشه گپ بزنه. شما وقتی که یک داستان رو میخوانه نه با قهرمان های از این داستان آشنا میشین، خیلی علاقه میگیرین که همو داستان سرنوشت از این قهرمان داستان چکار خواهد شد، به کجا خواهد رسید، هر زمان وسوسه میشین که همون داستان ادامه بدیم تا اینکه با آخر مثل یک فیلم ویدیو یا فیلم مثلا سینمایی یا چیز، شما خیلی علاقه دارید که با کتاب همیشه پیوند داشته باشین و چی بکنین. کتاب رفیق بسیار خوبی است، مطالعه بسیار چیز خوبی است. من فکر میکنم که در هر شرایطی که فضای مجازی توسعه پیدا بکنه، بازم کتاب جای خود داره و نویسنده همیشه مطرح هستند، کتاب هم مطرح است. نه تنها در افغانستان، در همه کشورهای جهان کتاب، روزنامه، نشرات، مجلات، اینا جای ویژه خورده و همیشه از اونها استفاده شده. الان که جناب استاد متوعد شدیم و بالاخره
دوران مفید شما در کار بیرون تمام شد، آیا هنوز هم مطالعه میکنین؟ خود شما زمانی برای مطالعه دارین؟ کارهای پژوهشی که الان انجام میدیم چیه؟ چه اثراتی از خود شما به جای مونده جناب استاد؟ متاسفانه بگم که در حال فعلی یکی به اصطلاح که مریضی پیری به اصطلاح درد پیری آدم مجال عزیز نمیده، خود کتاب علاقمندم که بخوانم، ولی اگر خیلی ادامه بدم اگر نازه خستگی به من مستولی میشه و نمیتونم چی بکنم، بیشتر سر و کارم ایواز از او با اینترنت هست، با کمپیوتر هست و من معمولا مسائل فرهنگی از روی کمپیوتر و از روی اینترنت و اینا و میگیرم، میخوانم، حتی ثبت میکنم و اونا رو یادداشت میکنم، پیش من محفوظ هست به وقت فارغی از اونا است. البته کتاب هم میخوانم، بعضی داستان ها و بعضی مطالعاتی که مربوط به سری اوقات به سری دوستا به سری محافلی که انجام میشه چی میشه از ما خواهش میکنن که مقاله در زمینه آبداد در زمینه نشرات یا بعض مسائل فرهنگی دیگه نوشته بکنم، مجبور میشم که چند تا کتاب تقابلا بکنم و ببینم و به ایسا مأخذ استفاده بکنم و مقاله آماده بکنم و ارائه بودم به چیز عطمی. خب و تماس هستم برای از این که 40-50 سال عمرم با قلم و اندیشه و کتاب و اینا صرف شده، هیچ امکان نداره که ما بتونم یک دم با اینا ودا بکنم. من به همین دلیل سوال از شما بپرسم جناب استاد، جز خاصیت و نهاد میشده دیگه، نمیتونم که از اینا دور باشم. اگر آمار خاص باشم برای ما بدین، میتونم بگم چقدر کتاب مطالعه کردیم جناب استاد؟ والله او تو آمار بسیار مشکل هست، فکر میکنم که خیلی زیاد کتاب های داستان و اینا رو خواندم، کتاب های تاریخی زیاد دیدم و عمالی هم یک کتاب خانه یک کوچک دارم که در حدود 1000-2000 جلد کتاب در اون هست و بعضی وقت اگه دیگه هیچ نشه اونا رو به شکل تفننی تقبال ها میکنم، یک تورق میکنم و ورق میزنم و از اونا استفاده میکنم، مثل اولادام اونا پرورش میکنم و با اونا هم صحبت میشم و گپ میزنم و از اونا استفاده های میکنم. خدا شما رو حفظ کنه جناب استاد. در مورد شعر ما از شما نپرسیدیم، آیا به کنار نویسندگی و بالاخره به کنار تحقیق دستی بر قلم برای شعر هم داشتین؟ شعر برای اواخر خب آدم مجبور میکنه، همین شرایط بسیار ضیق روزگار از نگاه روانی و اینا، گاهی وقت دست به قلم میبرم چیزای در حد ذهن و فکر خمین است، البته نه شعر به قوالب کلاسیک و اون مسائلی که بسیار مشکل هست فراهم آوردن از او دانش عروضی بکار داره و چی بکار داره، بسیار سخت است. و شعر به مفهوم آزاد یا به مفهوم سپید بگیم به مفهوم مسائل امروزی، بعضی اوقات هم درد دل خود برو کاغذ می نسم. یک چیز دیگر هم تذکر بودم به شما که من از 7-8-10 سال میشه که یک روزنامه نویسی بگم یا روزنامه نویسی بگم، کتابچه‌ای دارم که اما خاطرات روزانه من می‌نویسم بود. مثلا این روز خدمت شما بودم، سر از این مسائل گپ زدیم، مصاحبه داشتیم، چی داشتیم، من همین جریان هست به همون روزنامه نویسی خوب منعکس خاطرات خود اضافه کنم. چقدر عالی، چقدر عالی جناب استاد. از نوشته های شما چیز یاد شما هست بریم و دکلمه بکنیم؟ متاسفانه که من خاطره بسیار حافظه بسیار ضعیفی دارم که نمیتونم خدمت شما. نه الحمدلله حافظه بسیار قوی دارم جناب استاد که این مباحث سالهای گذشته همگی به یاد آوردین. اگر یک امکان مالی برای شما فراهم باشه جناب استاد، چه کارهای در قسمت چاپ و نشر و بالاخره تکثیر این فرهنگ کتابخانی یا فرهنگ مطالعه انجام بده؟ من متاسفانه به شما بگم که سن من در حدود 77-78 سال عمر من هست. خدا شما حفظ. از نگاه چشمم مشکلات دارم و کمتر میتونم مطالعه بکنم و از نگاه ضعف وجود نه، اما حوصله برای کار کردن بیشتر فرهنگی که به پشت میز بشینم و مثلا کار بکنم و تحقیق بکنم و پایبند یک زمان معین باشم و حضیری معین و ایتا گپا دیگه از پیش به فرار کردم، متاسفانه فعلا و اوشالله او برداشت پیش به نیه. درسته.
درسته. واقعا حق به جانب اینجا استاد. از اثرات خود خود چیزی نگفتین، چیزایی که مدون شده و دوره هم آوردیم به یاد چاپ کردیم و نشر اثر کردیم. خوب خدمت شما پیشتر هم عرض کردم که یک اثر چاپ شده در زمینه آموزش و پرورش جامعی حضرت جامعی که از نگاه ما چون در همون بخشی که ما تماس گرفتم با زندگی فرهنگی جامعی مسئله آموزش و پرورش بوده، چون جامعی مرحوم به پلی از اینکه یک اصطلاح معارف و یک ارفان دوست و عارف و اندیشمند بسیار دوری بسیار شایان دوری تیموری بوده، یک استاد بسیار متبارز هم بوده و یک اصطلاح شاگردای بسیار بخصوصی داشته و در این زمینه آثار دار و گپای که از جمله بارستان بهترین نمونه چی از او هست. و من در همین زمینه یک کتاب نوشتم که خوشبختانه توسط دوست بسیار عزیز من آقای بهره فریشا بهره و استاد بهره او چاپ شد و فعلا به دست هست و خدمت شما تقدیم خواهد. در مورد ای که جناب استاد یک قسمتی از تاریخ خود همین نوشته ها و اثرات نگارشی تعیین میکنه و ثبت میکنه، به نظر شما چه دولت در این قسمت کمکاری میکنه؟ مشوره شما، راهکارهای شما برای دولت و برای مسئولین فرهنگی چی است جناب استاد؟ من به شما عرض میکنم که تا زمانی که همین جنگ و همین بدامنی و ناامنی دست از دامن ما و شما بر نداره، متاسفانه ما در همین حالت جنگ و گریز و در همین حالت کجدار و میریز و در همین حالت بنبست قرار داریم، خصوص از نگاه فرهنگی. چرا جنگ مجال همه گپار از ما و شما گرفته و اگر اطلاعون پیدا بکنه باز هم بیشتر خواهد گرفت. نیبری کلام نویسنده مجال میمانه که دست به قلم ببره، نیبری کلام شاعر مجال میمانه که دست به قلم ببره. و از این کوسله دیگه ما مرگ پیش رو خود میبینیم، از روز از شما میبینیم. قابل پیش بینی نیست واقعا؟ قابل پیش بینی هیچ گردی تلویزیون هست که سویچ میکنه میبینیم که غیر از کشتن و غیر از شهادت و غیر از بستن و غیر از بردن و غیر از این مسائل دیگه مسئله مطرح نیست. کی اندیشه و حوصله به انسان میبره که آدم دست به قلم بمونه؟ و کسایی هم که همین کار میکنن واقعا که شکار میکنن و چیزهای مینویسن، اشعار مینویسن، نوشتههای میکنن و چی، ولی متاسفانه تا جنگ در افغانستان پیدا چی باشه تداوم پیدا بکنه، نه دولت مجال از این پیدا میکنه که یک خدمت صادقانه و واقعی برای فرهنگ افغانستان بکنه، و نه هم خود مردم افغانستان میتونن که یک نفس راحت تازه بکنه. درستیم. من در مورد فامیل شما نپرسیدم جناب استاد، در مورد خانواده شما و اینکه به چه تعداد فرزند داریم، اونا در چه کارهای مشغولن، چه سمت های دارن و آیا فرهنگ شما به اونا انتقال پیدا کرده یا نه؟ بگم که من 3 فرزند دارم، یک دختر کلان من دکتر هست، دکتر طب، دکتر نسایی ولدی هست، خدا حفظ کنه، و یک دوم فرزند دوم من در یکی از بانک های خصوصی به نام میکرو فایننس بانک در کابل وظیفه اجرا میکنه، در 20 سال هست صاحب اولاد و خانواده و اینا هست و در کابل زندگی میکنه، و سومی هم نیلوفر است که شما آشنایی دارید، به او استاد است در بعضی دانشگاه های خصوصی هرات و شاعر هم هست، و دکتر سفرامین نجاد هم که فرزند چهارم هستن، و واقعا من ارادت خاص دارم به این دکتر صحیح و شاعر بسیار خوبی هم هست. ما با اثرات ناشناین ماشاءالله در این زمان شهکارهای زیادی از اینا تماشا میکنیم، واقعا عالیه. خدا شما رو حفظ کنه جناب استاد، باعث افتخار ما این. ممنون از شما که با این وضعیت افطار و به این وضعیت روزه آمدین و لبیک گفتین. به عنوان آخرین بحث و آخرین گفته ها، اگر گفتنی حرفی خاصی دارین از بیندگان، از دولت، ما در خدمت شما هستیم جناب. من فقط یک ارزو دارم، همیشه با خود تکرار میکنم و به ذهن خود چی میکنم، بودی که تا وقتی که من حیات دارم شاهد از این باشم که در افغانستان یک صلح آمده و مردم افغانستان
به امو امید و آرزوی واقعی خود رسیده باشد و شاد باشند برای از اینکه چند صفحه در صلح و آرامش زندگی بکنند. انشاءالله خدا شما رو حفظ کنه جناب استاد. باعث افتخار مانید، ما به شما افتخار میکنیم و به این سالهای بسیار بسیار درخشانه که در این تاریخ رقم زدین. بینندگان گرامی، من سوال را یک بار دیگر مطرح میکنم با جوابی این بار و انشاءالله بریم سراغ قسمت قرعه کشی برنامه. گفته بودیم سوال در کارهای خیر از همدیگر سبقت بگیرید، این ترجمه از کدام آیه سوره بقره می باشه؟ آیه 140، آیه 138، آیه 148 و یا آیه 48؟ جواب درست گزینه جیم بوده ظاهرا و تبریک بگو از جایی که جواب درست برای ما فرستادن. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همگی شما سروران گرامی داریم. ما از دعای خیر خود در این لحظات معنوی و پربار افطار فراموش نکنین، در حق تمامی انسان‌های روی زمین، در حق تمامی مسلمین جهان دعا بکنین و طبق گفته جناب استاد به یک صلح پایدار و صلح دائمی در افغانستان دعا بکنین. ان شاءالله موفق و معید باشین، روزگار به کام شما باشه ان شاءالله.